تشکر از وقت. تشکر. خوش آمدین صدای امریکا. خوش آمدین به امریکا. از 15 آگوست شروع میکنیم. بیننده ها، ما بسیار دوست داریم که طرف قصه شما رو بشنویم. چی حادثه رخ داد؟ چی باعث شد شما کابل ترک بکنین و چگونه ترک کردین؟ خب تقریبا قصه ها زیاد گفته شده، ولی چیزی که بسیار مهم است امی که باید ما چی میکردیم. ما به حیث مشاور امنیت ملی پیش خود دو اساس داشتیم. گپای کلان دیگه، مسائلی که روزمره میگذشت و مسائلی بود که تصمیم گیرنده نبوده، ولی مسائل کلانی که باید دو چوکات گیر میامدیم، یک شی بود که باید ما با جنگ داخلی نریم. یک خطر کلانی که همی به طرفش به سویش روان بودیم همی بود که یک جنگ داخلی باز رخ بده. ما خاطراتم از وقتی که مهاجر بودیم در پشاور بودیم، در وقتهای جنگ های داخلی به خوب بیادم است که چی رقم مردم افغان ها توهین می شدن. حتی کابولی گفتن یک دشنام بود به نام مهاجر و به دیگه مسائل و امو وضعیتی که مردم به او رو برو بودن، نمی خواستم که باز افغان ها مجبور شوند خاک خود ترک بکنن و خود افغان ها باعث ازی باشه که مردم ای بدبختی را به آن بیارن. خب جنگ ما با طالب یک جنگی است که 20 سال کشید، دنیا با ما حامی بودن، ولی نمیخواستم که خود نیروهای ما باید تو یک وضعیت روبرو شوند که در داخل یک جنگ شود، تنها برای قدرت و او هم کابل را ویران کنه باز یک بار دیگر و صدها هزار نفر باز به کشتار بتن و میلیون ها مردم دیگه ای که مهاجر شوند به طرف پاکستان و مو بدبختی ها را یک دفعه باز ببینن. دیگه بسیار متوجه ازی بودیم که اگر وضعیت به طرف برن که ما جلوگیری از یک جنگ داخلی کرده میتونیم باید بکنیم. و موضوع دومی بود که افغانستان تجزیه نشود. یعنی به حیث مشاور امنیت ملی بر ما دو هدف کلان بوده و اینمی هدف در نظر گرفته، تصامیمی که گرفتیم و کوشش ما امی بود که مردم دیگر در کابل از آن نتیم و با رئیس جمهور امی تصمیم گرفته بودیم که اگر جنگ به داخل شهر کابل آمد دیگر این جنگ کافیست. ما کوشش میکنیم که نگاه کنیم، ولی اگر اینجا در داخل شهر آمد دیگر امیر باختگی بگیر. به لحاظ روز 15 وقتی که معلوم شد که ما دیگر نیروهای ما در دست ما نمانده و وضعیت آمد که حتی خطر از خود نیروهای امنیتی از یک تعدادی که چون از کنترل خارج شده بود خطر مواجه بودن و غیر از اینکه از قوای هوایی استفاده کنیم و امین نیروهایی که در ساحه سبز است و از قطعات خاص استفاده کنیم و در داخل شهر بجنگیم و این جنگ باعث یک جنگ طولانی داخلی صورت بگیره، تصمیم گرفتیم که وقت آن رسیده باید کابل را ترک بگیم و جنگ باید خاتمه باید. چند نکته است در این بحث. یکی مسئله جلوگیری از جنگ داخلی، جلوگیری از تجزیه، خطر موجود از خود نیروهای امنیتی که شما به او اشاره کردین. بر کدامش میخوایم آیست آیست اشاره بکنیم؟ ولی تصمیم، وقتی شما میگین تصمیم گرفته شد که باید کابل ترک بگوین، امی تصمیم بین کیا گرفته شد؟ خب گفتم تصمیم بسیار دقیقه آخر وضعیت بود. ما از امی تصمیم شما کی دیگه آقا بود بجز از امی حلقه نزدیک شما رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی و رئیس جمهور؟ خب تصمیم ازی که رئیس جمهور برای دیگه تصمیم دیگه خب گرفته شد در چوکات که بودن، ولی به همون لحظه ای که رسیدیم که باید تصمیم بگیریم که رئیس جمهور برای و خطر برای رئیس جمهور است، اونجا ما و رئیس محافظت رئیس جمهور بود، چون اونا بر ما گفتن که دیگه نمیتونن امنیت رئیس جمهور اینجا نگاه کنن و ترسشان می است که رئیس جمهور شاید اینجا بی‌عزت شوه و دا اونجا تصمیم گرفتیم. ولی این تصمیمی که خب یک خو خطر برای رئیس جمهور بود، دیگه موضوع این بوده که شهر در کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی در کنترل دیگر نیست، پلیس نیست،
امنیت ملی در اون روزا مردم یک تعدادشان خود شخصی کرده بودند و یک تعدادشان حتی هیچ با وظیفه نامده بودند. وزارت دفاع تخلیه شده. در این تو یک وضعیتی که ما دیگه نیرویی که باید امن از شهر نگاه کنه نداشتیم و طالب هم اما اعلامیش مشروط بود. در اعلامیه خود نوشته کرده بود که ما نمیخوایم، نگفته بود که نمیایم، می گفت که نمیخوایم که داخل شهر کابل شویم، ولی حکومت مسئول است برای نگاه کردن امنیت شهر کابل و خودشان امنیت اخلال میکردن. یک تعداد دیگه ای که شاید مستقیم بس نبودن، ولی اخلال شهرش اخلال امنیت شهر اونا شروع کرده بودن. یعنی دیت یک وضعیتی که طالب و غیر طالب معلوم نبود و دیت یک وضعیتی که ما نیروهای امنیتی که باید امنیت نگاه میکردن اونا هم نبودن، غیر از اینکه مستقیم به جنگ بپردازیم دیگر رای از نگاه کردن امنیت نبود. و اونمو وقتی بود که تصمیمی از این گرفته شد که باید رئیس جمهور هم از این وضعیت بکشیم و این همین جنگ باید همینجا خاتمه پیدا. تشکر. بسیار یک نکته اساس است همینجا. من میخوایم که شما توجه بکنین به بحثی که وجود داره. برای شما رئیس محافظت گفت که جان و عزت رئیس جمهور در خطر است و شما تصمیم گرفتین که رئیس جمهور باید خارج شود. همین بحث است که آیا رئیس جمهور نمیخواست که بیرون شوه و شما مجبورش ساختین به تیاره بالا شوه و کابل ترک بگویه و یا هم ارگه؟ امی یک بحث است که بسیار بزرگ است. امی چیز واقع شده؟ خب هر کسی وقتی که ما تصمیم میگرفتیم، تصمیم از دقیقه یا یک مرحله معلومات نبوده. این جنگ 3 سال دوام داشت. ما از لحظه اولی که مذاکره با طالبان شروع شد در جریان هستیم. وضعیتی که در مورد امروز خب گپ ما به اینجاست، وقتی که تصمیم در یک روز در این تصمیم اخیر گرفته میشه، این تصمیم از تحولاتی که در 3 سال رخ داد در اونجا تصمیم گرفته شد، یک کسی دیگه در جای ما می بود، یک کسی دیگه در اون تصمیم اگر منداختین و بدون از اینکه اینمی تحولات 3 سال دیده باشه، شاید تصمیم برشان دیگه چیز بوده باشه. ولی ما در می 3 سال گفتم از روزی که مذاکرات صلح شروع شد با طالبان، مذاکرات صلح نبود، مصاحرات با طالبان بودن و از امون روز تا اینمی روز باعثی زمی که اینمی در می اخرین مقطعی که می رسیدیم، این یک تصمیم اخرین تصمیمی بود. یکی از یعنی چیزی که گذشت نادیده گرفته نمیتونستیم. یعنی شما من حیث مشاور امنیت ملی با برداشتی که از وضعیت داشتین، امیر تایید میکنین که رئیس جمهور تا آخرین لحظه آقای غنی میخواست در ارگ وجود داشته باشه؟ بله، و قدرت را تسلیم طالبا بکنه و شما برای شدایت دادین و یا هم مشاورت دادین که نخیر باید به تیاره بالا شوین و براین بیرون. خب شما در اینجا خودتان یک تحلیل کردین و از ما جواب میخواین که ما براتان بگویم بله یا نه، ولی تحلیلتان در اونجا نادرست است. نه، همین تحلیلی که رئیس جمهور میخواست قدرت به طالبان بسپارند نیست. نه، مشکل ما در اینجا اصولی بود. رئیس جمهور میخواست قدرت پس از رای آرای مردم به یک کس دیگه تسلیم کنه. میگفت که ما رئیس جمهور هستم و جمهور مهم است. بله. وقتی که نظر جمهور نباشه با کی دولت تسلیم کنیم؟ با دنیا مذاکره ما ممی بود و مخصوصا با آقای خلیزاده که در اینجا میخواست که یک معامله شوه که در بین یک چند نفر باشه. یعنی اونها میخواستن که یک حکومت به وجود بیاید که باعث معامله یک چند نفر باشه. رئیس جمهور میگفت که نه، ما رئیس جمهور کشور هستم و ما مردم رای داده و ما میخواهیم که آینده ای افغانستان این مردم تعیین کنه، نه یک چند نفر تعیین کنه. چون ما ایره دیدیم در سالهای 90 که مردمی که امو بزرگایی که آمدن جمع شدن، پس خودشان در سر قدرت به جنگ افتیدن و اینجا اصول گفتم اصولش بسیار مهم است که در کدام اصول. خب
رئیس جمهور نمیخواست که قدرت به طالب بته و مشروعیت هم برشان مفت کلزی بته. نه، مشروعیت اگه میخواین طالب بیاین انتخابات کنه، بیاین لوی جرگه کنه. امی اخیرین قضیه امام امی بود که اگر انتخابات نمیشه و امکان انتخابات نیست، حالی که طالب نقصه های افغانستان گرفته و دنیا هم حوصله یزیره نداره که منتظر بشینه و وقت دار. وقت کار داریم، خیلی بیاین که لوی جرگه دایر شود. لوی جرگه امی قدرت به هر کسی که انتخاب میکنن رئیس جمهور تسلیم آنها بکنه. در این روزی که ما رسیدیم در اون مرحله دیگه اینمی مسائل دیگه بمانا بوده. یعنی امینجه بسیار یک بحث دقیق وجود داره. شما از لوی جرگه صحبت کردین، امی صحبته که وجود داره، گزارشی که وجود داره که رئیس جمهور آقای رحیمی را به قطر میفرسته به خاطر بحث و مذاکره در پس پرده با طالبا برای رفع امین مشکل و ایجاد یک زمینی که در اون لوی جرگه حضور داشته باشه و در لوی جرگه رئیس جمهور آقای غنی قدرت تسلیم بکنه و از کنار بیایه. امی بحث در کجا ختم میشه؟ امی در واقع وقتی آقای رحیمی برمیگرده از قطر با شما صحبت میکنه، با آقای غنی، چرا امی مسئله امی رقمی که شما تشریح کردین تحقق نیافت؟ خب ما فکر میکنیم که شما به یک موضوعی میپردازین که در یک رسانه گفته شده. ما از این واقعیت خبر ندارم. ما هیچ وقت با آقای رحیمی این صحبت نداشتیم. یعنی ما تایید نمیکنین که آقای رحیمی با طالبا به خاطر خب راپوری که نشر شده بود ما با راپورم نوشته کردیم، گفتیم که این موضوع را که شما هر کسی که برتان گفته، ما از این موضوع خبر ندارم. خب از هر جایی که معلومات به دست آوردن، ولی یک مذاکره صورت می گرفت. همین وقت ما بخشی از مذاکره بودم. چند روز پیش از این سقوط ما این مذاکره را شروع کردیم که خوب وضعیت طور شده که انتخابات قابل اجرا نیست. اگر از راه انتخابات ما نمیتونیم، بهترین راهش، نزدیکترین راهش که هم یک نوع همو چیز آرای مردم هم در او حساب میشه، رایش لوی جرگه است که مردم نظریات خود میتونن بپردازن. بین یک لوی جرگه میگیریم، در این لوی جرگه تمام از تمام ولایت، تمام ولسوالی ها مردم اشتراک میکنن، میاین هر تصمیمی گرفت رئیس جمهور سلام مسلحت آمیز اونم قدرت به اونمو تصمیمی که لوی جرگه میگیره هر کسی که در اصل از او باشه انتقال میکنه. پس همینجا میاین اینجا این مذاکره رو ما با امریکایا شروع کرده بودیم. کدام وقت است؟ این کدام زمان؟ یک هفته پیش از اینکه سقوط شروع میشه مذاکره را شروع کردیم و هدفی بود که خوب در بدلشان باید چی تضمین از طالبا بگیریم. یک تعداد تضمین هم باید داشته باشیم پیش از پیش برای حفظ جان مال افراد قوای مسلح افغانستان که باید حفظ شود. ژورنالیست‌ها و زنا، گروپ های زنا هستن از گروپ و گروپ هایی که برای حق طلبی کار میکردن، یعنی اونا کلشان باید محفوظ باشن. یک تعداد شرایط بودن بر خانما و حقوق خانمایشان، اینا را شرایط گذاشتیم و هدفی بود که یک گروپ میره به تبع نمایندگی از جمهوریت با طالبان مذاکره میکنه. دکتر سیب عبدالله جرگه شورای علی مصالحه را دایر کرد. در اونجا تصمیم گرفته شد که از رئیس جمهور میخواهیم که یک تیم هیئت تعیین کنند. در امو جلسه که شیشته بودیم، دکتر سیب عبدالله و کرزی سیب به نمایندگی صحبت کرد، باز با دکتر سیب صحبت کرد، یک دو شرط هم گذاشتن. گفتن که باید از امریکا یک تضمین بگیریم، تضمینی از این رو بگیریم که طالب اولی رو میپذیره یا نمیپذیره. همین موضوع را که اینجا میاییم قدرت مسلط آمیزه این رو قبول میکنه یا نمیکنه، این رو باید تضمین کنه و بعد از ما بریم به جلسه بشینیم. وقتی ما به امریکای این رو مطرح کردیم، امریکای یک موضوع را گفتن که ما خوش هستیم که شما یک هیئت روان میکنید، ولی موضوع دوم دیگر نبود. اونم دیگر مسائلشان هیچ تضمین کردن و یا یعنی شما را امریکایی ها تضمین برای تسلیم دهی قدرت نداده بود در نهایت؟ نفهمیدم این سوال تانه. شما میگین که باید با امریکایی ها در آخرین لحظات صحبت میشد که تضمین وجود داشته باشه که طالبا مشروعیت میتن. یعنی این آخرین لحظات است که طالبا بیشترین مراکز شهرها و ولایات تسخیر کردن دیگه. تا اون لحظه هم شما حدس میزدین که تضمین وجود نداره اگر شما با می پروسه لوی جرگه حداقل پیش برین و رئیس جمهور کنار برن؟ با طالب حتی در روز آخری که باید ما می رفتیم دوحه به مذاکره،
امی تضمین وجود نداشت که طالب با تیم مذاکره میشینه یا نمیشینه. فهمیده؟ این گپ تا آخرین لحظه حتی معلوم نبود. بای نمی روزی که باید کابل طالب داخل شهر کابل شده، هنوز طالب حاضر نیست که با تیم مذاکره میشینه یا نمیشینه و با کی میشینه. حتی اینی وضعیت یک قابل بحث بود که آقای خلیلزاد بسیار واضح گفت در مصاحبه آخر خود، گفت که طالب آماده بود که به شکل مسالمت آمیز قدرت تسلیم شود و ملامت ساخت آقای غنی رئیس جمهور افغانستان. بسیار مشکل است که آقای خلیلزاد بیاید یک کس دیگر ملامت بسازه. دمی 3 سال که مذاکره را پیش می برد، چندین وعده به مردم افغانستان داده شد. هر روز از روز اول می گفت که مذاکره را که ما انجام می دهیم 4 ضلع داره و یا کلشان میشه یا هیچ کدامشان نمیشه. هر روز از موضوع تنزیل داد که یک زلش همی بود که باید حکومت افغانستان هم شامل بحث باشه، باید که نشد، اوربند شوه و کل مسائلشان نشد. این سه سال آقای خلیلزاد متاسفانه امی طالب از دست گرفته با کابل آورد. چون ما را میگفت که شما دفاع نکنین، حتی هر سال نیروی امنیتی و دفاعی ما یک عملیات تصفیهی انجام میدادن. 3 سال ما این کار انجام دادن نتانستیم. 2019 مدام اینجا حالا پس میام خطر تجزیه، خطر ما میخوایم برتون خوب شما سوال کردین، باید بشنوین. وقتی که آقای خلزاد میگه که کسی دیگه ملامت است و هنوزم به گپش کسی باور میکنه، این دیگه بر ما جای بسیار تعجب است. ما به خاطر رفع نگرانی بیننده ها ملت افغانستان، فرصت بسیار خوب است که صحبت میکنیم و شما صحبت میکنین. حالا شما میگین که 3 سال من رئیس مشاور امنیت ملی افغانستان وضعیت بررسی میکردین و در نهایت تصمیمتان همی بود که رئیس جمهور باید به زور از کابل بیرون شود و حتی اگر رضا نیست. بله، مشوره داشت. یعنی خودشان راضی بودن که باید برن دیگه. خب ما این موضوع را شما یک سوال داشتین، ما میخوایم که باز با وضاحت بگیم. ما تصمیم گرفتیم و این بحث بازم میگیم که برای سیب جمهور خودش از وضعیت بسیار خوب آگاه بود و ما صحبتهایی داشتیم. برای یک نفری که از بیرون ایره میبینه، یک نوع میتونن که تحلیل کنه و کسی که در اونجا حاضر بوده و روزی هر یعنی روز شما ایره به این مسئله تاکید میکنیم، ما برای سیب گفتیم که این همی وقتش است، باید دیگه برایم. همینجا سوال است، 2 مسئله. یکی که شما هنوز هم به می باور هستین که اگر رئیس جمهور در ارگ حضور می داشت بازداشت شده و اعدام می شد؟ آیا به می مفکوره رئیس جمهور هنوز هم است؟ آقای غنی هنوز هم فکر می کنه که همین مسئله است؟ همین ما اطلاعات بسیار موثق هم از خود داشتیم، هم امریکایی ها داشتن و هم اطلاعاتی که از منابع باز شده بود که پلان آیسای همین بوده که باز رئیس جمهور یک رئیس جمهور یک کشور بیاب شو و بیزت شو. در این اینجا یک گفتن امریکایی ها معلومات امریکایی ها بر شما در این مورد کدام زمان داده شده بود که رئیس جمهور چرا که امریکایی ها حال میگن که باید کابل ترک نمی کرد؟ خب بسط تکنیکی ما هم هماهنگی داشتیم و اونمون جمعی اطلاعاتشان حتی به تیم ما داده شده بود، یعنی مستقیم داده شده بود که اگر کابل باشین در آخرین لحظات رئیس جمهور اعدام میشه. پلان طالبا در همین است که بیان رئیس جمهور اعدام میکنه بر اساس هدایت آیسای. بر اساس هدایت آیسای ما میفهمیدیم که از این معلومات شما از طرف امریکایی ها دریافت کردن میشه؟ طرف امریکایی هم بودن. بله. کدام نهادهای امریکایی؟ استخبارات امریکایی. و این تا آخرین لحظه تایید میشد. حالا هم هنوز هم این مسئله تایید میشه؟ شما ای را باور دارین که تصمیم امی بود و درست بود که باید بیرون شوه اگر نکشته میشد آقای غنی؟ خوب بله، در این روز آخر اگر بازم میخواین که در یک روز خود بند بسته کنیم میتونیم. میتونیم برای مزروز هم میدونیم که بحث امی روز سرنوشت افغانستان تایید میکنم. اشتباه هم اینجا است که فکر میکنین که یک تصمیم تمام سرنوشت تعیین کرد. نه، اردوی افغانستان از بین رفت، پلیس افغانستان از بین رفت، تمام نهادها نرفت. اما در یک روز نرفت اردوی افغانستان. ما که وقت میگیم که بیاین از انمی بحث ما به 3 سال میریم، از مو چیزی که از جایی که شروع شده و چطور به اینجا رسید، اگر گپ من که نه با هم یک روز است، خب اشتباهی کلانترین اشتباه تاریخی افغانستان نمیخواد باشه. بیاین ابدی روز نمیریم. چی باعث شد که ما مجبور به یک تصمیم شویم که مجبورن اونمو تصمیم ازو کرده دیگه تصمیم نبود؟ دشوارترین تصمیم ممکن
ولی چرا باعث ازی شده؟ بیاین پسان بکنیم اصلا. اگر شما در 3 سال باور داشتین که مذاکرات نتیجه نمیده، شما میگین که طالب به صلح باور نداشت، چرا پیشبین امطوری یک وضعیت نبودین؟ آیا فکر نمیکنین که اگر رئیس جمهور ماها پیش از سقوط کابل استعفا میداد، فاجعه به این گونه که تمام نهادهای بنیادی افغانستان که سالها میلیاردها دلار رویش مصرف شده بود، حداقل سکتور امنیتی افغانستان از هم نمیپاشید، حداقل یک حکومت ممکن منتقل میشد در کابل که حالا جامعه بین المللی هم میتونستش به رسمیت بشناسیش. فکر نمیکنین اگر رئیس جمهور ماها پیش استعفا میداد وضعیت متفاوتر و بهتر می بود؟ نه خیر. اول خوب پس بپردازیم که ای صحبت شما یا تحلیل شما که ما اعتراض نکدیم نادرست است. من شخصا در این شهر آمدم اعتراض کردم، گفتم که این موضوع ما را حکومت ما را نامشروع می سازه و میرن به طرف میان سقوط نظام. در اونم وقت گفته بودیم، من بارها در مصاحبه خود واضح، من هیچ وقت کدام گپ پنهان نکردیم، واضح گفتیم که اینمی وضعیت ما را به کجا میبره؟ به طرف صلح نمیبره. اما ما امروز شما مصاحبه داشتم، اگر به یادتون باشه ببخشید بسیار زیاد در آخرین مصاحبه تان در داخل امارت، در داخل صحن کانگرس، من ازتان پرسیدم که آیا حکومت سقوط میکنه؟ گفتین نخیر. من ازتان پرسیدم که طالب چرا پیشروی میکنه؟ شما گفتین که یک چیز موقتی است، اینا خط ندارن، در نهایت ما اینا را پس میزنیم و این سقوط ولسوالی ها یک چیزیست که فقط میخواین فشار بیارن به خاطر خروج عساکر امریکایی. سوال من اینجاست که رئیس مشاور امنیت ملی، معلومات شما بر رئیس جمهور به این گونه بود که به من در مصاحبه گفتین، یا میگفتین که حکومت سقوط میکند، اردو وجود نخواهد داشت و پلیس سقوط میکند؟ خود دو گپ است. یک موضوعاتی که آدم برای آگاهی مردم میتن و یک معلوماتی است که ما داشتیم پیش خود. خب هیچ وقت بر روحیه ای که سر نیروی ما تاثیر میکنه، به سر روحیه ایشان تاثیر میکنه، هیچ وقت از دان ما ای گپ نخواهد و نباید میشنویدین که وضعیت بر دو حالت چی است. ما حتیش یکی از شکایت های ما از مطبوعات و از رفقای بین المللی ما می بوده که شما روحیه عسکر ما را ضعیف میسازین، به معلوماتی که شریک میسازین و چیزایی که گفته میشه، همین خبرایی که مثلا در واشنگتن پست میاد که افغانستان نظام 6 ماه با سقوط میکنه، شما خودتان در اونجا در سنگر باشین، چی فکر میکنین که خیلی وقتی که سقوط میکنه ما چرا بمرم؟ یکی مرادان است بر اردو. سوال من بیشتر مشخص به این بود که معلومات سقوط، امکان سقوط پیش شما وجود داشت و آیا رئیس جمهور میفهمید؟ چرا تا آخرین لحظه منتظر مانید؟ یک موضوعی که باید بسیار واضح باشه ای که همین وصله بسیار زود آمد، سقوطش هیچ کس فکر نکرده بود به او سطح که به این زودی که میخواهد. چرا سقوط کرد؟ خب یک دفعه که روحیه از دست داد و سرباز دیگر، من با وزیر صاحب دفاع صحبت کردم چندین بار، گفت که هیچ وقت من تو یک قضیه را ندیده بودم. چه وقت با وزیر صاحب دفاع صحبت کردیم؟ چون وزیر دفاع آقای بسم الله محمدی شما را متهم کرد به اینکه گویا دست بسته قرار بود آقای غنی و تیمش اونا را به طالبان تسلیم بکنن. این قصه باز بعدن سرش میاد. چه وقت می گپ صورت گرفته؟ بعد از فرار از کابل و یا هم ترک کابل. خودشان صحبت کردن. آقای بسم الله محمدی به توییتر خود نوشته کردن. شما همونجا بودین دیدین که توییتر از خودشان است؟ تویتر حساب اصلیشان است. خب مطمئن هستین؟ 100% همون مطمئن است. تا حال خب ایشانش رد در مقابل امو استیتمنت یا امو بیانیه خود ندادن؟ خب ما شاید دقیق بیشتر صورت بگیره. یکی از میشه که اصلاح بکنیم امو توییت، یکی از بدبختی های اینمی 4 ماه یک چند وقتی که بودن بسیار معلومات ناک در مطبوعات رخ داده میشد، ولی یک چیزی که در یک صفحه اجتماعی میدیدن که هنوز تدقیق نشده بود به حیث خبر نشر میشد. بهتر است که یک دفعه اون موضوعات تدقیق شود. ما با وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، رئیس صاحب عمومی امنیت ملی 4 روز پیش از سقوط هم شیشتیم همین موضوع مطرح شد، چون اینجا در جلسه روز پنجشنبه تصمیم گرفته شد که رئیس جمهور یک پیام ثبت کنه و بگوین که ما مقاومت میکنیم،
مقاومت و کرده میتونیم گپ ما چون همین معلوماتی که با ما میرسید و میدیدیم تحلیل از معلومات داشتم فکر میکردم که نادرست است همین معلوماتشون نادرست است رفتم بدون از اینکه دیگه کس در جلسه باشه تنها با همین سه نفر شیشتم گفتم شما این سه نفر کی؟ وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس عمومی امنیت ملی کدام روز است این دقیقه؟ روز پنجشنبه است پنجشنبه صبح دکتر سیب عبدالله هم پس از قطر تاریخ چند میشه پنجشنبه؟ تاریخ 12 شد سه روز پیش از سقوط سه چهار روز یه در این وقت دکتر سیب عبدالله برگشته بود از قطر در این جلسه آمد ما دعوت کرده بودیم که معلومات بتن که آیا طالبان میخواین صلح کنه یا نه اینا به دکتر سیب راپوری که داد گفتن که طالب به فکر صلح نیست اما این بسیار جالب است دکتر سیب عبدالله بر شما میگه که طالب به صلح باورمند نیست درست است؟ سه روز پیش از سقوط از... اما ایشان در کابل هستن بله شما نه خوب شما این دو چیز نمیتونین گد کنین ما از مجلسه من فقط میخوام میره وزیر بسازم که دکتر عبدالله دکتر واقعیت بر شما میگفتم دکتر سیب عبدالله رفته بودن دوحه سفر داشتن و مذاکره داشتن با طالبا بعد از سفرشون که برگشتن ما در بر شما گفتن که طالب اصل باورمند نیست در جلسه امنیتی اونا رو دعوت کردیم به دلیل از اینکه بخوایم که بفهمیم که خوب مذاکره صلح کدام جای میگیرن یا نمیگیرن همین موضوع رو جلسه امنیتی استصامی میگرفته میشه که باید با اساس معلومات باشه با اساس معلومات دقیق باشه دکتر سیب عبدالله گفتن که از جلساتشون معلوم میشد که طالب به صلح باور نداره سه روز پیش از سقوط کابل سه روز تاریخ 12 پنجشنبه بله و جلسه امنیتی تصمیم گرفته شد که رئیس جمهور یک پیام ثبت کنه و بگوین که ما مقاومت میکنیم در کابل مقاومت میکنیم اگر باور داشتین که دیگر مقاومت وجود نداره که شما گفتین وزارت دفاع وزارت داخله ما برمان یک قصه بسیار مهمه میکنیم بفرم. یک قصه بود که باعث پیشتر شما گفتین که چرا تصمیم گرفته شد یکی از وجوهاتشان نمی بود ما در این جلسه با وزیر دفاع وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی تنها شیشتیم تا دیگر متضرر از دیگر نشون گفتم بیاین که یک واقعی گپ بزنیم در بین خود اما واقع چی است آیا میتونیم که اینمی جنگ پیش بره ما از اطلاعاتی که ما میبینیم هر روز خود اطلاعاتی که میامد میخوانیم که یک جای پشت دیگر سقوط کده رایست و صحبت هایی که تنهایی با وزیر دفاع داشتیم با وزیر داخله داشتیم رئیس عمومی امنیت ملی داشتیم رویه جنگ وجود نداره وقتی رویه جنگ وجود نداره و نیروی تان هم در این حالت تضعیف است و اطلاعات امنیت ملی هم نشان میتن که کسی حاضر برای دفاع نیست چطور مشوره میتیم و رئیس جمهور نمی پیام ثبت کرده نشر بکنن که ما مقاومت میکنیم و مقاومت وجود نداشته باشه هر سیشون از معلومات خودشان ارائه کردن و گفتن که باید یک راه حل سیاسی پیدا کنیم مقاومت شده نمیتونه ما حتی پرسیدم از جناب وزیر سیب دفاع چون وزیر سیب دفاع تجربه مقاومت هم داشتن گفتم که آیا مقاومت در یک جای دیگه امکان پذیره است که صورت بگیره مثلا پنشیر صورت بگیره گفت نخیر اول خو مردم دیگه روحیه جنگ نداره حتی قصه کرد که پیلوت های ما که از پنشیر هستن وظیفه خود ترک گفتن قماندان های ما که با سربازای خود میگن که جنگ کنن اونا نمیکنن دیگه و دوم گپ یزیدم که وضعیت پنشیر آلی وضعیت نیست که در وقتی که مقاومت بود یک مرکز جهاد بود برای 10 سال و بعد از او هم برای 5 سال که حکومت اسلامی در اونجا کمی بحث خلاصه شوا که گفتن که مقاومت وجود نداره مقاومت در اونجا صورت گرفته شما بمی تایید بمی تایید کردن که نمیتونن بعد شما برای جمهور میگن که پیام مقاومت بدن این پیام ثبت شده بود و مشوره همگی همی بود که رئیس پیامی که رئیس ثبت کرده بود نشر نشود اما نشر شد نشر نشد نشر نشد نشر نشد و تصمیم به خاطر از همی اگر شما میفهمیدین که تمام علایم بر شما ایره نشان میده که دیگه مقاومت وجود نداره بهتر نبود که رئیس جمهور استعفا میداد و قدرت تسلیم میکرد برای طالب تا همی
هرج و مرج که امروز به میان آمد، اردو از بین رفت، تمام تسلیحاتی که وجود داشت، آمریکایی پول گزاف سرش مصرف شده بود، از بین رفت. این تصمیم بهتر نمی بود؟ آیا شما و رئیس جمهور هنوز هم فکر میکنین تصمیم درست بود که استعفا داده نشه؟ خب در این اینجا پس بونم گب در اصول میه. اگر هدف این باشه که قدرت به طالب تسلیم شوه و طالب در حکومت به و همه بپذیره، خب امروز هم این کار را انجام شد. میتونن که اونا را بپذیرن. مشروعیت چرا رئیس جمهور غنی برشان بتن؟ چرا غنی مجبور به مشروعیت طالب شوه که بر اونا مشروعیت بتن؟ اما ما فکر نمی‌کردیم که اگر رئیس جمهور پیام میداد به تمام نیروهای امنیتی و میگفت که من از رئیس جمهور دیگه جنگ نمی‌کنم، از قدرت کنار میایم، طالب بیای قدرت بگیره، شما در صفوفتان وجود داشته باشین تا ای که تصمیم گرفته شود. مثل که آقای کرزی در کابل حضور داره، مثل که آقای عبدالله در کابل هستند، شما هنوز هم تاکید میکنین که تصمیم رئیس جمهور درست بود و رئیس جمهور فکر نمیکنین که پشیمان است از تصمیمی که گرفت برای خب رئیس جمهور میتونن که خودش باز جواب بدن از هر چیزی که در نظرشون است. من براتون میگم که تصمیمی که بود بر اساس اصول است. ما به طالب مشروعیت نمیدیم. یعنی اگر هدف دنیا میخواد بعضی کسا متهم میکنند که وقتی که آقای غنی و حلقه نزدیکش که شما هم شاملش هستین پی میبرن به یک امریکایی‌ها و یا هم از طرف طالب که در حکومت بعدی دیگه جای پای برشان وجود نداره، شما میگین به جای از این که دیگه از این امکانات استفاده بکنن بیاین این امکانات رو سبوتاژ میکنیم و ما فرار میکنیم و کابل ترک میکنیم. به این صورت در این مورد به این صورت سعی کنین آقای خلیلزاد ما رو به اینجا آورد، به این وضعیت آورد. اگر میخواین طالب را مشروعیت بدن، کی مانعش است؟ میتونن که طالب را مشروعیت بده، ولی این مجبوریتی که دست ما را محکم بگیره و بگن که مجبورن طالب را مشروعیت بده، نخه. خیلی کار ما نمیکنه. خیلی یقانی با شما در روز سقوط تماس گرفت، براتون گفت که تسلیم نامه را نوشته بکنین، ما میایم قدرت میگیریم. بله، گفت تسلیم شوین، باز بعد از مذاکره میکنیم. ما اول آدم مذاکره میکنه، باز بعد از تصمیم مورد بعدی. با آمریکایی‌ها در این مورد صحبت کردین که با خلیل یقانی صحبت کردین؟ چی گفتن براتون آمریکایی‌ها؟ گفتن گفتش بکنین یا نخیر؟ نه خیر، گپی بود که ما میریم مذاکره را در دوحه انجام میدیم. در روز 15 وقتی اینا زنگ زدن، ما گفتم که اگه این مذاکره را انجام بدیم، اونا گفتن نه. با کی صحبت کردین از طرف امریکایی‌ها؟ تام وست، معاون آقای خلیلزاد که دو وقت بود امراشن. مشخصا برش گفتین که خلیل اقانی میخواه ما تسلیم شویم، شما پیشنهادتون چیست؟ چی براتون گفت امریکایی‌ها؟ خب ما از تلفن نکردین با خلیل اقانی؟ شما کدام سوالتون جواب بدم؟ تصمیم میگیرین هر سوال تر که میخواین جواب بدم، من اون سوال تر جواب میدم. ما دیگه سوال نمیکنم در این رابطه، منتظرم. نه، شما چهار سوال کردین، بخواین که از کدامش جواب بدم. از اولش آغاز میکنم. خب زنگ زدن، پرسیدن، گفتن که شما تسلیم شوین، یک اعلامیه تسلیمی بتن رئیس جمهور، یک اعلامیه بتن بگه که من تسلیم هستم و بعد از او ما برات یک جای نشان میتم بیاین مذاکره میکنیم. ما گفتم شما جای بر ما بگوی. ما حدسی مایی بوده که حتما یا در لوگر هستن یا در میدان وردگ است، دو ولایتی که نو سقوط کردن، طبعا در یکی از ولایت هاست. گفتم بر ما بگوین در این دو ولایت در کدام جایش هستین، ما میاییم. اگر نمیگین بگوین تنها نام ولایت بگوین، ما میاییم تا سرحد ولایت، از اونجا شما مرا اسکورت کنین، افراد شما مرا اسکورت کنن در جایتان، حتی جایتان نگوین، ما میتونم بیاییم مذاکره کنیم. همین گپا ما با تام وستم گفتم زنگ زده بودن، اینی پیامشون بود و اینی پیام ما بود برشون. اگر گفت پیام تا، چون آخرین گپ حقانی اینی بود که ما پیام تا گرفتم بازگپ میزنیم، قد تلفون قطع کردن. ما گفتم اگر اینمی فرصت استفاده کنیم این مذاکره را همینجا انجام بدیم، گفت نخه نرین، اعتماد اونا مشوره کردن. بعد از مشوره بر ما گفت که نخه نرین، اعتماد نیست، شاید در یک اتاق ببرتانه و بکشه. یعنی اونا هم اینمی اعتماد سر همی گروپ نداشتن، بر ما همیگه پا گفتن واضح. و بعد از او هم گفتم در اینجا تصمیم امی بود که ما بریم در اونجا مذاکره کنیم و به یک نتیجه برسیم، به اساس یک اصول مشروعیت دادن به طالب مسئولیت ما نیست. با این مسئله ما نمیخواستیم که صلح بیایه که در او طالب حاکم باشه در افغانستان. طالب بخش جامعه هست در افغانستان، ولی کل حکومت گرفته نمیتونه. وقتی که تصمیم ایست
که باید حکومت به طالب داده شوه و مسئولیتش هم اشرف غنی بگیره دیگه ای قابل بحث نبود. اگر این مسئله را با تامس وست مشوره کردین که شب پیشش بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آقای بلینکن هم با رئیس جمهور صحبت کرده بود، آیا با آمریکایی ها مشوره کردین که شما کابل را ترک میکنین؟ نه خیر. چرا؟ خب در اون وقت دیگه وقتش نمانده بود. تهدید همی یک دفعه که وضعیت با مت یک بحران رسید، تهدید همی هم بود که شاید از یک تعداد همی نزدیکان خود رئیس جمهور در اونجا برشان تهدید مواجه شوه. خب وضعیت خراب شد و در اونجا هر دقیقه دیگه مطرح بود که باید تصمیم گرفتم. وقتی از این نبود که باز مشوره صورت بگیره. آیا فکر میکنین اگر تماس میگرفتین و فرصت میداشتین مشوره برتان میداد که ترک بکنین؟ پیش از این صحبتایی که داشتین، آیا بحث از این که ما و رئیس جمهور بیرون میشیم و کابل ترک میگیم و فرار میکنیم وجود داشت؟ نظر از جانب امریکایی‌ها در این مورد داشتین؟ ساکنین شاید در این مورد به سالها بحث شوه. خب ما بازم تکرار میکنم، کسی که در جایش نیست و امو وضعیت کل وضعیت نمیفهمه تصمیم گرفتن نمیتونه. ما چیزی که با فایده کشور خود دانستیم و با فایده مردم خود دانستیم. حالا فکر میکنی با فایده کشور تمام شده؟ 100%. با می مفکوره رئیس جمهور هم است؟ رئیس جمهور شما خودتان بپرسید. ما نمیخوایم که سخنگوی رئیس جمهور باشیم. آخرین تماستان با آقای غنی چی وقت؟ خوب ما همراهشان در تماس هستم. یک جای رفتین به امارات؟ بله. چقدر وقت به امارات بودین؟ ما 3 ماه اونجا بودیم. یک جای بودین؟ نه در یک جای نبودیم، تبیز. ولی در یک شهر بودیم، بله. وضعیت رئیس جمهور چگونه است؟ رئیس جمهور اگر هدفتان وضعیت صحیحشان است، آقای غنی رئیس جمهور پیش بر ما نوزم رئیس جمهور است، استعفا نداده. رئیس جمهور وضعیت صحیحشان خوب است از لحاظ دیگه. پس اگر اونا رئیس جمهور هستند و صحتشان هم خوب است و استعفا هم ندادن، شما مشاورشان هستین هنوزم؟ خوب جمهوریت تا که جمهوریت بود رئیس جمهور رئیس جمهورش است. اولی را ببینیم که اگر جمهوریت دیگه نیست آقای ساله چی کار است؟ خب من نمیخوایم در این سوالاتون، من میخوایم که سر مسائل عمده گپ بزنیم، مسائل مهم گپ بزنیم، مسائل بسیار به می برمیگردیم. چرا آقای صالح نبود در جلسات اساسیتون و چرا پیش از شما ترک کرده بود کابل؟ خب باید شما از خودشون بپرسین. در تمام جلسات امنیتی حضور داشتن ولی یک روز پیش به فکرم تصمیم گرفته بودن که برن به طرف آقا پنچه. بودن از سقوط کابل؟ شاید شما بهتر است که از خودشان بپرسید. سناریوی ترک کابل شما و رئیس جمهور و حلقه نزدیکش با آقای صالح شریک کرده بودین؟ هیچ سناریوی ترک کابل نبوده. یعنی شما میتونین که ترک کابل در آخرین ثانیه و دقیقه گرفته شد؟ بله. و معلوم نبود کجا میرین؟ خب چیزی که امادگی محافظت امنیتی رئیس جمهور بودن اونا امادگی خود گرفته بودن. یعنی شما ایره نمیپذیرین؟ گزارش های وجود داره که شیخ تهنون با شما در تماس بوده و اونا از امارات متحده عرب زمینی خروج و اینا را آماده ساخته و شما تنها یک حلقه بسیار کوچک بودین که از این مسئله آگاه بودین و کس دیگه حتی با اون اول رئیس جمهور آگاه نبودن؟ به هیچ صورت نه. من این افواهات نمیفهم که چه رقم مردم باور میکنن به این سطح. چون رسانه هستین و شما سوال کردین، من براتون جواب میگویم. مگر به هیچ صورت نه. پس جمهوریت ادامه داره؟ با آقای تهنون بعدا صحبت میکنیم؟ جمهوریت ادامه نداره متاسفانه. کاش که میداشت، ولی وقتی که ما گپ میزنیم گپ شما باز. یعنی شما مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان هستین و یا هم شما که میگین هنوز رئیس جمهور هستن استعفا ندادن؟ مصارف امی شما و رئیس جمهور چگونه به دست میارین؟ در کجا؟ از اونا در اونجا و خوب در نهایت از کل. من فعلا اینجا به مصارف شخصی خود هستم و هیچ از کدام کسی کمک نگرفتیم. اگر دوستا در خانه خود جای دادن خیر ببینن که در خانهشان زندگی میکنیم در چند روزی که در واشنگتن هستم. و رئیس جمهور ما هم در اونجا مهمان حکومت ابوظبی هستن، اونا برشان جای دادن. بحثای از پول و انتقال پول و اینا وجود داشت. من از شما مستقیما پرسان میکنم چقدر پول دارین در جیب؟ در نهایت چقدر
پول داشتین و دارین؟ ما محاسبه نکردیم فعلا، ولی چیز زیاد نیست. زیاد به نظرتان چقدر است؟ خب مردم با صحبتای شما بسیار یک سوال بسیار شخصی از من میکنین. اگر دوست ندارین جواب نمیشه. اگر میشه جواب نکنین من جواب شما رو میفهمم. من میفهمم اندازه سیوینگ و یا هم پول صرفی. خب شاید شما زیاد داشته باشین میفهمین، ما قدر نیست. اوکی. ما چیزی که سرمایه ما بود، ما سرمایه خود ثبت کرده بودم، یعنی چیزی که سرمایه بود و متاسفانه چون سرمایه زیاد نداشتم قضاوتم نبود، ثبتشونم ده شاید هنوزم باشن در وقتی که پروسه فرمه ثبت پر کرده بودم. اما چیزی گفتن... که از کدام چیز زیاد در از زیاد نشده. تشکر. گفتین رئیس جمهور مهمان کشور ابوظبی است، اما امارات متحده عرب محدودیت های بر فعالیت های سیاسی تان اعلان کرد که وضع کرده. چگونه محدودیت ها بود؟ شما اعلامیه را دیدین؟ بحثش وجود داره، گزارشش وجود داره. بحثش وجود داره. محدود نشده فعالیت شما؟ مشکل ما به این سوالایی که هست این است که شما طور میپرسین فقط تدقیق شدگی باشه و واقعیت داشته باشه و این سوال هایی نیست. واقعیت افواهات است. افواهات است. بازم میگم شما اعلامیه را دیدین؟ ما فقط شما اعلامیه را دیدین که امارات متحده عربی اعلامیه داده باشه و گفته باشه که به این رئیس جمهور در این حق نداره؟ فعالیت های سیاسی شما محدود نشده در امارات متحده؟ خوب نه، گپ در یک جای دیگه است. در اونجا پالیسی کشور همین است که فعالیت سیاسی که نه. هیچ کس فعالیت سیاسی نمیتن، هیچ کس اجازه فعالیت سیاسی نمیتن. اما رئیس جمهور غنی اونجا... در پیام ویدیویی خود که از امارات متحده نشر کرد گفت که فعالیت سیاسی داره، با سیاستمدارا در افغانستان در تماس است و وعده کرد که جزئیات بیشتر در مورد توطئه‌ای که گویا اونا بازداشت میشدن و اعدام میشدن را پسان ارائه میکنن. پس فعالیت‌های سیاسیشان دید و بادیدشان بحثشان با کیست و آیا جزئیات در مورد همین مسئله‌ای که شما گفتین کشته میشد و اعدام میشد به دستشان نرسید و چرا شریک نساختن؟ خب رئیس ما بازم میگم من سخنگوی رئیس جمهور نیستم، اما مشاور امنیت ملیش گفتین هستم. بودم بله یا هستم. گفتین هر چیزایی که خب شما میخواین بحث کوچک بسازین، من نمیخوام در بحث کوچک شما داخل شوم. خیر هر رقمی که میخواین تحلیل کنین در اینجا من فکر میکنم سوال بیننده ها و مردم امی است که منتظر جزئیات هستن. خب ما میخواییم که اونمو را در بحث کلان برتان مطرح کنیم، ولی ما هر چی کوشش میکنیم که جوابتان امو سوال هایی که مردم دارن مطرح کنیم، شما میرین به یک جزئی که ساده میسازیمش، بزرگ میسازیمش، مردم افغانستان نیست و درد یعنی هیچ درد افغانستان دوا نمیکنه. ببینید ما بسیار ساده میسازیمش با معذرت. طالب ادعا میکنه که زمامدار افغانستان است، شما ادعا میکنین که جمهوریت زنده است. طالب میخواد به رسمیت شناخته شود، شما میخواین به رسمیت شناخته نشه و نخواستین به رسمیت شناخته شود. حالا سوال هم اینجا است که آقای رئیس جمهور گفت که ما مثل شیرعلی خان، دوست محمد خان، اما طور که رفته بودن پس بر میگردم و با رهبرای سیاسی در تماس هستم. شما مشاور امنیت ملیش هستین، با کی به تماس هستن؟ و گفت که ما جزئیات بیشتر در مورد که شما برشان معلومات دادین که اینا بازداشت میشدن و اعدام میشدن با زودی نشر میکنن. مردم افغانستان میخواهم اون جزئیات بفهمه. آیا تحقیق شده؟ آیا تحقیق جزئیاتش بر رئیس جمهور داده شده، بر شما داده شده، بر آقای غنی، یا نه، یا هنوزم سرش کار میکنه؟ ما سوال شما را بسیار به حوصله شنیدم، درست است؟ جواب ما را میخواین بشنوید؟ بفرمایید. خوب شما بازم در سوالتان یک چیز را چند موضوعات مطرح کردین که به حیث واقعیت ها را مطرح کردین، وقت واقعیت نیست. یکیش این بود که شما گفتین که جمهوریت زنده است. ما نگفتیم که جمهوریت زنده است. نیست، جمهوریت وجود نداره. جمهوریت سقوط کرد. اوکی، درست است. گفتین رئیس جمهور استعفا داده، رئیس جمهور است و من مشاورش هستم. رئیس جمهور جمهوریت سقوط کرد، صحیح؟ یک موضوع است و اگر رئیس جمهور استعفا بده دیگه موضوع است. اونجا جمهوریت سقوط کرد دیگه، جمهوریت نمانده، این سوال اصلا مطرح نیست. ما میخواستم در اونم پیشتر هم اینه میگه پتانه بپردازم که شما میخواین بحث بیارین به این یک موضوعی که هیچ مطرح نیست چون جمهوریت خودش نیست. ولی یکی مبارزه ما برای جمهوریت آیا خاتمه یافته؟ به هیچ صورت نه. ما میخواهیم مردم افغانستان حق دارن و خواست مردم افغانستان است. ما به صدا هزار افغان خودم صحبت کردیم که میخواهیم که رایشان سازنده کشور خود باشه.
دیگه مبارزه ما بر جمهوریت دوام داره. این که رئیس جمهور فعلا چی میکنه یا میخواه که برای یک حق خود رئیس جمهور است که وقت از این را داشته باشه که یک روز بیاین همینجا بیشینن و خودش از مسائل جواب بدن. من حاضر هستم در مورد خود، در مورد موضوعاتی که فعلا یا ما با خبر هستم از اونا را برتان جواب بدم. مرا متهم کردین که سوال کوچک میسازم و سوال اساسی رو پرسان نمی کنم. سوال اساسی هنوزم باقی ماند. شما گفتین که معلوماتی که بر شما رسید از طرف استخبارات آمریکا و معلوماتی که خودتان از نهادهای استخباراتی خودتان داشتین، قرار بود رئیس جمهور در 15 آگوست بازداشت، اعدام و به عزت شد. و جزئیات از امیر رئیس جمهور وعده کرد که برای ملت شریک میکنه در پیام ویدیویی خود. من از شما میپرسم که آیا جزئیات تحقیق در این مورد شده؟ جزئیات چه وقت نشر میشه؟ خب ما پیشتر همین موضوع را برتان گفتم، جواب دادم، به تفصیل همین موضوع را جواب دادم. کدام موضوعش مانده که من پس برتان بپردازم؟ جزئیات را که باید نشر بکنین برای بیننده ها. چی رقم نشر برای شنونده ها، برای ملت افغانستان؟ رئیس جمهور گفت من اعدام میشدم، شما میگین که اعدام میشد. تحقیق در مورد شده اسنادی وجود داره که برای نشر داشته باشین که رئیس جمهور گفت من نشر میکنم؟ خب هر وقتی که رئیس جمهور آماده بود و میخواست که نشر بکنن، چیزی که داره چیزی که به دست ماست اونا هم در اختیارشون قرار میدیم. معلوماتی که از امنیت ملی است اونا هم شاید اگر پیششون مانده باشه اونا هم در اختیارش قرار میدیم تا بتونن که اونا نشر کنن. بحث کلان دیگی که وجود داره امی است که گویا شما در صدد و یا هم در تلاش ازی بودین که در نهایت رهبری افغانستان روز به دوش داشته باشید و بعضی ها شما را متهم به این میکنه که به خاطر رسیدن به بعضی اهداف ممکن معلومات امنیتی استخباراتی کافی را که باید برای رئیس جمهور میرسید از طریق شما فلتر میشد و برش میرسید. آیا در مقابل عظیمی اتهام پاسخ مشخص دارین؟ آیا رئیس جمهور قبلی افغانستان تمام معلومات از امکان سقوط به این شکل افغانستان و حکومت افغانستان را داشت و شما او را آگاه می ساخن؟ خب یک دو موضوع است. یک اتهام است که من می خواهم به او بپردازم مطلقا نادرست است. منه که هیچ کس نمی تانست که معلومات رئیس جمهور محدود بسازد. به هیچ صورتی کار کردن نمی‌کنه. رئیس جمهور یک آدمی است که بسیار با سرعت میخونه و بسیار زیاد میخوند و شاید یکی از آگاه‌ترین مردم در افغانستان بوده. و دوم که چنل معلومات تنها ما نبودیم، تنها شورای امنیت نبود. بله درست است، شورای امنیت یک تعداد معلومات جمع‌آوری میکرد و با رئیس جمهور شریک میساخت، ولی امنیت ملی راپورایی که از تحلیلشان بود از معلومات استخباراتی مستقیم با رئیس جمهور شریک می ساخت. حتی معلوماتی بود که با ما نمی رسید با شورای امنیت، یک تعداد معلومات آگاهانه می تانستن که مستقیم با رئیس جمهور شریک بسازه. دیگه وزارت ها هم می تانست که معلومات شریک بسازه. یک مرجع معلومات شریک سازی از دیگه ادارات هم از راه اداره امور می آمد با رئیس شریک می ساخت. یک تعداد وزارت ها مستقیم از راه ریاست دفتر شریک می ساخت و باز منابع باز بود، خارجی ها بودن. اول مطلقا این موضوع نادرست است که خدا نخواسته کسی کوشش از این را کرده باشه که معلومات رئیس جمهور را محدود بسازه، و اگر کسی کوشش بکنه هم فکر نکنم که کامیاب شده بتانه. یک موضوع دومی که آیا ما یا رئیس جمهور از این سقوط خبر بود یا نبود، هیچ کس خبر نبود. این اینجا یک مشکل کلان اساسی استخباراتی، ناکامی استخباراتی بوده که هیچ کس حتی خارجی ها از امی سقوط به این امی سرعت نمی فهمیدن، درک نکده بودن. پس تقصیر در کجاست؟ کی مقصر اصلی است؟ ما به تحلیلی که من میخواستم پیشتر براتون همراهتون شریک بسازم، از روزی که مذاکره مستقیم با طالبا شروع شد همون روزی بود که به بسیاری پیام رسید که طالب آماده نیست و معاملات خود شروع کردن و وقت منتظر یزی بودن که چی. یعنی شما در نهایت مقصر میدونین روند مذاکره زلمه خلیلزاد با طالبان؟ 100%. اما شما من رئیس مشاور امنیت ملی تقصیر نمیپذیرین از صفوفتان ناکامی در جنگ؟ خودتان میگین که سرباز جنگ نمیکرد. خودتان میپذیرین که
مورال از بین رفته بود. بله. آیا فکر نمی‌کنین گزینه‌ای وجود داشت که شما حداقل کنار برین از مشاوریت امنیت ملی، حداقل از رئیس جمهور مشاوریت برش میدادین یا مشوره میدادین که دیگر فرصت برای ادامه رهبری نیست و به جای از اینکه افغانستان به هرج و مرج نهایی برسه ماها پیش میتونستین تصمیم بگیرین که حکومت به یک حکومت متفاوت‌تر، به یک رهبری متفاوت‌تر تسلیم داده شود؟ هیچ گزینه‌ای به این گونه وجود نداشت؟ میخواستین تا آخرین لحظه منتظر باشین؟ خب تحلیل شماست. سوال است. ما بازم برتان میگیم چیزی که از دست ما پورا بود تا آخرین لحظه برای کشور خود کوشش کردیم. ای که کامیاب شد یا ناکام شد یک موضوع دیگه است. خب در این ناکامی ما دست داشتیم، ولی تنها ما به حیث مشاور امنیت ملی نبودیم و نه رئیس جمهور تنها، در این جمهوریت تنها بوده، جمهوریت بود و در این جمهوریت از پارلمان گرفته تا مطبوعاتش تا جامعه مدنیش تا همه ایشان هم در کامیابیش دست داشت و هم در ناکامیش دست داشت. در جایی که ناکام بودیم همه ما ناکام بودیم، در جایی که کامیاب بودیم همه ما کامیاب بود. بدبختی و ناکامی ما در این بود که ما نتانستیم یک روایت واضح و یا یک روایت واحده برای دفاع از جمهوریت ایجاد کنیم. ناکامی ما در همین بود که ما یک تعریف واحده از دفاع از جمهوریت پیدا کرده نتانستیم. یک تعداد میخواست که صلح شود، ولی صلح را برای استفاده میکردن، سوء استفاده میکردن برای صلح، نام صلح استفاده میکردن، ولی میخواستن که اهداف دیگه ای داشتن پشت سر. یک تعداد دیگه میخواست که اینجا به 100% دفاع از به نام دفاع از جمهوریت میخواستن که 100% هر چی میشن که طالب باید نبین، یعنی 100% مخالف طالب بود. یک تعدادشان اهداف دیگه داشتن و فکر میکرد که از هر طرفی که جمهوریت میتونه تضعیف کنن تضعیف میکرد، فکر میکرد که تنها ضررش به غنیست. رئیس جمهور غنیم برن خیر خیرتیز، دیگه کلشان حق خود میگیره، چون کلشان یک تعداد زیادشان مستقیم با طالبا در صحبت بودن، طالبا برشان وعده داده بود که ما شما را میپذیریم. حتی اینا را به کی مثلا که در سطح باشه که جمهوریت سقوط بده؟ خب امروز روزش است که صحبت بکنیم. امروز شما یکی از کسایی هستین که متهم شدین و بسیار مسائل که شما نمیپذیرین. کی بود که میتونست جمهوریت سقوط بده و سقوط داد در نهایت و جمهوریت نماند که گل به افشانه و یا هم به گفته شما نتیجه مثبت؟ خب در سقوط جمهوریت ما بازم میپردازم که همه ما شامل بودیم. ما میخوایم فشار بتونیم در اینجا به خاطر از اینکه ملت افغانستان حق داره بفهمه که کی بود که با اشرف غنی با شما نمیخواست جمهوریت موفق باشه و او صلاحیت و تواناییش داشت. خب ملت افغانستان آنقدر بیخبر هم نیست، اهداف همه گیره میفهمند و ای را درک میکنن که کی ها و کی رول کدام رول داشتن. ما اشاره میکنیم و برتان امیر میگم که حتی مطبوعات دهی شامل بود. وقتی مطبوعات تمام روز از تضعیف نیروهای امنیتی صحبت میکردن و او طرف طالب میفهمید که طرف یک جای جنگ مدبوعت صورت میگیرن، یک ولسوالی جنگ صورت میگیره، مطبوعات این طرف استاد محافظت افغانستان را که یکی از دستاوردهای بزرگ مدنی برای 20 سال افغانستان است، متهم میکنین که در سقوط جمهوریت نقش داشته؟ همه ما نقش داشتیم. اگر کسی نمیپذیره ایرا، فکر میکنن که کس در اینجا سهم نداشت، با فکر می یک اشتباه کلان است. ما سهم داشتم، شما سهم داشتین، همه ما داشتیم. جلوگیری کنین از این فاجعه؟ خب اگر جلوگیری صورت گرفته میتونست، امروز ما به این وضعیت نمیبودیم و امروز هم روزی است که ما باید از اشتباهات خود یاد بگیریم. چی برای از این بهترین آینده افغانستان است. چی کردن میتونستین که جلوگیری کنین؟ اول خب ما شما باید بازم میگم که یک روایت واحده بسازیم. امروز هم میبینیم که بحثی که در مورد افغانستان صورت میگیره بسیار تقسیم شده است. هر کس میخواین که یک طرف دیگر را متهم بسازه و در اینمی تعصبات مختلف جلوه میتن که افغانستان دیگر هم تضعیف میکنن. امی جبهه ای که جبهه جمهوریت بگویم یا یک مردمی که جمهوری خواه هستن و میخواین که در افغانستان یک حکومت داری باشه که در اونا خودشان
سهم داشته باشند و آرایشان تعیین کننده رهبری افغانستان باشند. ما به یک روایت واحد کار داریم. افغانا در بین خود ما ضرورت داریم که یک روایت واحد ایجاد کنیم و از راه اتحاد و اتفاق پیش بریم تا بتونیم که به یک افغانستان برسیم که امیدوار هستیم که برگردین رهبر افغانستان باشین روز. ما در خدمت مردم امروز هم هستم. از راه قدرت نمیخوایم که بریم به مردم خدمت کنیم. از مقاومتی که در افغانستان که وجود داره، جبهه مقاومت، آقای مسعود که در رهبریش است، چقدر آگاهی دارین؟ آیا از او حمایت میکنین؟ آیا او نتیجه خواهد داد؟ ما از اونها قضیات آگاهی ندارم و ما فکر میکنیم که چیزی که ما ضرورت داریم همین است که تا یک روایت واحد در مورد افغانستان یک بار ایجاد شما. چی فکر میکنین؟ که در بیرون ششتن همه ایشان میتونن که یک دسته کار کنن تا بتونن که افغانستان از این مشکلات و این دشواریهایی که فعلا مردم ما با آن روبرو هستن بکشیم. مردم افغانستان به این باور هستن، بیشتر آگاه ها به این باور هستن که تنها آقای فضلی بود، آقای محب بود و آقای رئیس جمهور و همگی بیرون مانده بودن، ولی شما میگین که همگی در سقوط جمهوریت دست داشت و مردم نمیخواست رئیس جمهور غنی یا آقای غنی موفق شوند. حالا اتهامی که برای شما وارد هم میشه است که شما کنترل تمام سکتورهای امنیتی را مطلقاً در دست خود داشتین. وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس امنیت، همش گماشته شده شما بود. حداقل نمیتونستین امنیت سکتور امنیتی را حداقل ازش آگاه باشین، به این شکل فروپاشی ازش جلوگیری بکنین. خب بازم حوصله‌تان باید میخواهیم در این جوابی که میخواهیم از او بشنیم. اولی که اگر گپی بود که عمو مردمی که اینمی اتهام میکردن که میگفت که جمهوریت 3 نفر است، چرا امروز خفه است؟ خب باید غمش هم تنها 3 نفر میبرد، درست؟ در تضعیف نظام عمو مردم بیشتر از همه گی دستاران که میگفتن که جمهوریت 3 نفر است، چون سرباز چی فکر خواهد کرد وقتی سکتور امنیتی اونمو امنیت شما را نگه بکنه؟ آقای محمدی اینا همه گیش از طرف شما تعیین میشن تمام وزارت ها. خب ما میخواییم به این موضوع دوم بپردازم. اطلاعات بسیار نادرست است. در سکتور امنیتی مقرری کار یک نفر نبوده، حتی کار تنها حکومت افغانستان نبوده. سکتور امنیتی سرمایه گذاری گزاف از نیروهای بین المللی بوده. وزیر دفاع هیچ وقت در افغانستان بدون مشوره و همکاری و هماهنگی نیروهای که در افغانستان مستقر بودن از مقرر نشده. نه وزیر داخله ایت، نه رئیس امنیت ایت، نه لوی دریسیز افغانستان. پس شما اصلا اینه تایید میکنین که هیچ کنترل بر نیروهای امنیتی هرگز وجود نداشت؟ ما از طرف شما گپ ما ایست که شما هر موضوع را بسیار اگر ساده میسونین مردم شاید بحث کنن و مردم میخواین باید بفهمن که هر کسی که میخواه بحث بسیار ساده بسازه خوب است، برای ازی که میخواین میتونین که یک کس دیگر متهم بسازین، ولی اگر میخواین که واقعی افغانستان بفهمید، ما کاملا با شما موافق هستم. امروز است که امروز باید مردم اصلا وضاحت ببینن. شما هنوز هم در لفافه صحبت میکنین، شما هنوز نمیگین کی صلاحیت و توانایی سقوط نظام و جمهوریت داشت، میگین فنا اشاره میکنم هیچ کس نداشت. اگر شما پشت یک نفر میگردین، پس طالب تواناییش داشت. متاسفانه اگر شما پشت یک نفر میگردین، نفر به دست نمیافین. اشتباه ما همین است، باید اینمی اشتباه را اول از اینجا اصلاح کنیم. فکر نمی کنین نفر نمیتونین که برین پشت بگردین که اینمی نفر بود کلید داشت و اینمی کلید را پیش خود گرفت برد را خلاص شد.